در وجود هر کدوم ما محبتی نهفته است. علتش این هست که خدا محبت است، مطابق نامه اول یوحنا 4:8. و اگر در من همت به محبت هست که مایل به این هستم دیگران رو محبت کنم، این نیز به خاطر این هست که خداوند میخواد محبت بکنه. مطابق انجیل یوحنا 3:16 که اعلام میکنه که خدا آنقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسرش هم داد، فقط حرفی نبود، یگانه پسرش هم داد تا هر کس ایمان بیاورد هلاک نشه بلکه حیات جاوید رو یابد. و اگر من تعلیمگیر هستم و تعلیم دهنده هستم، در از علتش این هستش که تشویق خداوند با من و شما هست، تشویق خداوند در کلامش هست، مطابق مزامیر، مطابق تمام 66 کتاب و مطابق انجیل مرقس 12:28 الی 34 که صحبت از محبت چهارگانه میکنه. خیلی در این رابطه صحبت کرد، اعلام میکنه که هر چقدر خودتو دوست داشته باش، خدا رو دوست داشته باش و همون مقدار همسایت رو دوست داشته باش. در کتاب تثنیه اگر اشتباه نکنم باب 6 هم اشاره میکنه، در از صحبت از یک محبت چهارگانه میکنه. خودم بشنوم، خانواده، قلب و خدا. و این محبت چهارگانه بارها اعلام کردیم به هیچ وجه اول دوم نداره، بستگی داره تا کجا من حکمت و هدایت میشم که خدا رو محبت کنم، مانند شما عزیزان که الان اینجا هستید و میخواید خدا رو محبت کنید، مانند من که خدمت همین هستش. زمانی که من و شما خدا رو محبت میکنیم، از محبت خدا پر میشیم، ما میآموزیم چگونه دیگران رو محبت کنیم. پس وقتی که من خدا رو محبت میکنم، همه رو دارم محبت میکنم، خانواده رو محبت میکنم، خودم رو دارم محبت میکنم. و شما زمانی که خودت رو محبت میکنی، این خودی که مطابق نامه اول قرنتیان 3:16 و 6:19 اعلام میکنه که بدن ما پیکر خداست، پس تو خدا رو داری محبت میکنی و چون از اون استفاده میکنی دیگران رو محبت میکنی. و تو که خانوادت رو محبت میکنی و تو که خلق خدا رو محبت میکنی، کلام خداوند اعلام میکنه چگونه باور کنم من ندیده رو محبت میکنی در جایی که آنانی که میبینید رو محبت نمیکنید. پس من هر کسی رو محبت میکنم، خدا رو محبت میکنم. از این رو هست اول و دوم نداره و این حقیقتی هستش که خداوند مطابق فیضش به ما داره.